یک بار پیر شدم، یک بار پیر شدم، توی آینه نگاه کردم، آینه هم پیر شده. آنگاه کودکی خود را به خاطر آوردم، در آن زمان سال خورده و فرتوت بودم. آینه از چه افخندید؟ سهراب شهید ثالث. در سال 1352 یک باره در آینه سینمای ایران پیدا شد با فیلم یک اتفاق ساده، و با این فیلم روح تازه‌ای در تن سینمای ایران دمید و دوستداران فیلم و دست‌اندرکاران فرهنگ ایرانی رو شاد کرد. سهراب شهید ثالث با ارائه یک سینمای سالم، با زبان سینمایی پخته و منسجم، بدون شعار، با کمترین کلام و به دور از بازی‌های بی‌محتوای فنی و جلوه‌های ویژه مدروز، توانست اعتمادهای بسیاری را به فیلمسازان جوان و بی‌نام و نشان مثل خودش جلب کند. با فیلم یک اتفاق ساده، بسیاری گفتند چخوف سینمای ایران در اوج متولد شد. با نگاهی نافذ، با دوربینی که حس نمی‌شد و انگار این خود تماشاگره که در گوشه ای از صحنه ساکت ایستاده و در هر لحظه آنچه را که باید ببینه میبینه، و از حرکات ساده روزمره پسر جوانی که ناگهان با خبر مرگ مادرش مواجه شده، نقب به روح انسانهای پیرامون او میزنه. یعنی بیا ادامه بده. سلام خوب، من اینجا آسان کنم نمیگذارم تو این چنین تنها و نامید دوانی عد دارم، هر کاری که از دستم برایت برای تو انجام دهم. از این چه خستگی از هم در رفته است، میروم تا سریز و پشت کوه بزنم. همین اون گفته ها در مورد فیلم یک اتفاق ساده درسته، اما یک نکته مهم را کمتر بهش توجه کردند، و اون هم این بود که سهراب شهید ثالث از وزارت فرهنگ و هنر امکانات برای یک فیلم 20 دقیقه‌ای گرفته بود، اما یک فیلم سینمایی بلند ارائه داد و در پشت داستان ساده و نافذ خودش فقر و سیه‌روزی قشرهای وسیعی از مردم شمال را به تصویر کشید. آن هم در زمانی که شاه آلبرت لاموریس، مستندساز معروف آن زمان، را مجبور کرد که در فیلم معروفش به اسم باد صبا و یا باد عاشقان بناها و ساخته های دوران شاه و پدرش را اضافه کند، و آلبرت لاموریس جان خود را هنگام فیلم برداری از سد کرج بر سر این خواسته شاهانه گذاشت. بله، اگر روح زمان و شرایطی که فیلم یک اتفاق ساده در ظرف اون ساخته شد رو ازش بگیریم، ممکنه سر از تحلیل های انتزاعی در بیاریم، اما همین روح بود که از قضا باعث شد اجازه نمایش عمومی به فیلم یک اتفاق ساده داده نشه. سهراب خودش کمتر در این مورد صحبت کرد، فقط یک بار به مشکلات اجرایی که دور زده بود اشاره کرد و گفت: به هیچ کس نگفتم میخواهم فیلم بلند بسازم. وقتی میگویید میخواهم فیلم بلند بسازم، همه بن‌هور یا چیزی مشابه آن در نظرشان مجسم میشود. اما سهراب همین نشد را کنار زد و هم سد سانسور را شکست و خودش و سبک نوینش در آینه سینمای ایران متولد شدند. سهراب اونقدر کم از خودش گفته که حتی تاریخ تولدش را هم هر کسی به شکلی نوشته. از سال 1322 تا سال 1324 در تهران نوشتند. به هر حال سهراب بعد از تحصیلات پایه به آلمان رفت و آموختن سینما را در آلمان و فرانسه ادامه داد، تا اینکه
فارغ التحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس شد و بعد از بازگشت به ایران 22 فیلم کوتاه و مستند برای وزارت فرهنگ و هنر ساخت. از جمله مستندهای کوتاه مجلس تا سرچشمه، رقص برجنوردی، رقص ترکمن و رقص کردی از مجموعه آثار این دوره او هستند. 23 فیلم او فیلم یک اتفاق ساده که باز هم قرار بود مستندی 20 دقیقه‌ای باشد با تولد نوین او در سینما ایران بالغ شد. فیلم بعدی سهراب شهید سالس طبیعت بیجان بود که با نمایش آن جایگاه سهراب به عنوان یک سینماگر هوشیار و آگاه در سطح جهانی شناخته شد. این فیلم در سال 53 در فستیوال برلین برنده جایزه خرس نقره‌ای شد. طبیعت بیجان از زندگی یک نواخت و آرام یک سوزنبان پیر را آهن حکایت میکرد که وقتی حکم بازنشستگیش را به او ابلاغ کردند انگار که قطار دیوان سالاری حکومتی میخواهد زندگی او را زیر بگیرد و پیرمرد و همسر پیرش را در کام این طبیعت بظاهر آرام فرو ببرد. سهراب شهید سالس با زبان تصویری شعرگونه و با دید عمیق خود جدایی زندگی این دو تن را از جریان عام زندگی دیوان سالارانه نشان می‌دهد. جریانی که تنها نماد آن در زندگی پیرمرد قطار است. قطاری که هر روز از مقابلش عبور می‌کند و مبدأ و مقصد آن برای او روشن نیست. سهراب شهید سالس در این فیلم به یکی از شاهکارهای بیان تصویری در سینمای ایران رسیده است. در یک صحنه طولانی که پیرزن سوزن را نخ می کند، انگار که این جریان حیات نحیف در برابر آن جریان قاهر دیوان سالار می خواهد راه خود را باز کند. سلام علیکم. چطوری محمد آقا؟ بد نیست. چند سالته؟ نمیدونم. نمیدونم والا. قربان مثل این که 60-70 سال شد. چند سال اینجا هستی؟ 33 سال. آقای رشین ایدی ما چی شد؟ میدم. بعد ازت میدم. سلام.
چیه؟ من که سواد ندارم. بخواه به چی نوشته؟ به موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما با از ماده 37 قانون استخدام کشوری بازنشسته می شوید. راه آهن دولتی ایران. طبیعت بیجان زمانی در ایران به نمایش درآمد که سهراب شهید سالس به آلمان هجرت کرده بود و مشغول ساختن فیلم در غربت بود. در غربت نگاهی بود به زندگی کارگران ترک در آلمان که آن هم برنده جایزه کلیسای پروتستان‌های جشنواره وین شد. قرنطینه نام دیگر فیلم سهراب است که ساختنش در سال 54 شروع شد ولی به دلایلی ناتمام ماند. سال 1355 فیلم زمان بلوغ را در آلمان ساخت. این فیلم ادامه همان نگاه سهراب در فیلم یک اتفاق ساده است. سال 1356 خاطرات یک عاشق را ساخت و بالاخره در سال 1384 در فیلم درخت بید این چخوف سینمای ایران داستانی از آنتوان چخوف را به تصویر کشید که در اساس همان مفاهیم انسانی در فیلم طبیعت بیجان را با همان بیان سینمایی بیان می کرد. فیلم درخت بید داستان پیرمردی است که شاهد قتل پستچی محل است، اما به هر کسی می گوید حرفش را باور نمی کند. این فیلم به کمال رسیدن تصویرسازی سهراب شهید سالس هم هست. تصویرهایی که هر یک تابلوی امپرسیونیستی است و در لحظه جوهری از حس اصلی فیلم را در عواطف بیننده رسوب می‌دهد. Das war ich mit einer alten Weide zu einem Dummkopf. Warte, Herr. Ich erzähle doch. Man ist da wieder auf dem Wagen. فیلم گل‌های سرخ آفریقا و هانس جوانی از آلمان هر دو حکایت انسان‌هایی است که مشکلات روحی و عاطفی آنها در خم دنیای دیوان‌سالار به فاجعه‌ای انسانی راه می‌برد. Jetzt können Sie es mir sagen, wo ich hingehöre. Erziehungsanstalt? Dann vielleicht ins KZ? Hansi, bitte. Ich will es aber wissen, wo ich hingehöre. Gehöre ich nicht hierher? Zu meiner Mutter? Wer schreit denn hier rum? Was ist los? Lass sie, Karl. Die sind es nicht wert. Deine Unverschämtheit wird dir schon noch vergehen, du. Jude, sagen Sie es doch. سهراب شهید سالس تلاش میکرد که هنرش با وضوح و امانتداری بیانگر حقیقت زندگی باشد. در دریافتهای هنری سهراب همه اتفاقات ساده حاوی حقایقی بودند که باید کشفشان کرد. او گفته بود حقایق دم دست ما آن چیزیست که جلوی پای ما افتاده و ما هم راحت میبینیم و بالطبع راحت ندیده میگیریم، ولی اگر خیلی لطف بکنیم همانطور که میبینیم تحویل دوربین میدهیم و دوربین تحویل لابراتوار میدهد و همینطور سلسله مراتب طی میشود. سهراب شهید سالس با اینکه یکی از آگاه ترین سینماگران ایرانی بود و در عرصه جهانی موفقیت های بسیاری کسب کرد، اما هیچگاه فروتنی خود را از دست نداد و میگفت تنها تفاوت ما با بقیه این است که ما فرق کات و دیزالو و فید را می دانیم و آنها نمی دانند و به ما فرصت فیلمسازی داده شده و به دیگران داده نشده. من سه تا سیناریو در دست در حقیقت دارم روش کار می کنم. جشنواره در حقیقت اعتبارش یه موقعی اعتبار برای فیلمساز می آورد، امروزه دیگه نمیاد.
اگر قادر باشم چیزی به کسی یاد بدم خیلی خوشحال خواهم شد. امیدوارم که تماشاچی ما اونقدر باشه که ما بتونیم به این تماشاچی جواب بدیم. پاسخ گفتنی است که پیوسته از مخالفان دو دیکتاتوری شاه و شیخ بود و به مقاومت مردم ایران و شورای ملی مقاومت ابراز همبستگی می‌کرد. ما در شیکاگو هستیم. امروز روز 14 ژوئن جون به قول این آمریکایی‌ها. سهراب در تیر ماه 1377 تقریبا یک ماه بعد از این سخنان در امریکا خیلی زود سینمای ایران را تنها گذاشت و برای همیشه به میان فیلم‌هایش کوچ کرد. بگذار آفتاب من پیرهنم باشد و آسمان من آن کهن کرباس بیرنگ. بگذار بر زمین خود بایستم، بر خاکی از براده الماس و رعشه درد. بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم.